سلام میگم به همه بینندگان عزیز کانال جدید. کیوان جاویدم و این برنامه میزیگرده. همونطوری که در تیتر برنامه میبینید، موضوع برنامه زن، مذهب و جمهوری اسلامیه. چرا این اهمیت داره؟ چرا این مسئله داغ تو جامعه است؟ چرا جدال جامعه، کل جامعه، نه فقط زنان، بر سر مذهب و جمهوری اسلامیه و چرا این اهمیت داره؟ دو طرف قضیه چرا به این اینقدر اهمیت میدن؟ هم جمهوری اسلامی و هم مردم در بین این دو جریان اصلی، سرنگونی طلبی و حفظ نظام توسط جمهوری اسلامی، چه جریانهایی قرار گرفتن؟ اینا رو با مهمانان عزیزمون مطرح میکنیم. مینا احدی، سیما بهاری و شهلا دانشور، خوش اومدید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب من دوست دارم اولا از سابقه شما بپرسم، چه اهمیتی داره و شما چطور به مسئله زن نگاه میکنید؟ بفرمایید. خیلی وقتا وقتی که در مورد زن، مذهب، جمهوری اسلامی پرسیده میشه، شخصی برای خودم به مادرم فکر میکنم و فکر میکنم که ببخشید، توی ایران مادر من 15 سالش بود ازدواج کرده و 25 سالش بود 5 تا بچه داشته و همسرش رو از دست داده. از بچگی خودم وقتی این رو تجربه میکردم، اون موقع حکومت و قانون به اصطلاح مثل شریعت نبود، ولی طبق روابط به اصطلاح روابطی که توی اون جامعه وجود داشت، مادر من از خونه‌ای که داشت باید خونه رو ترک میکرد، چون 1/8 بهش تعلق میگرفت اگرچه 5 تا بچه باید بزرگ میکرد، و از اون موقع تا حالا تنها زندگی کرده، بچه‌هاش رو بزرگ کرده. و برای من یعنی شخصی، اگه از خودم میخواستیم بپرسیم، فوری پرسیدین، چیزی که تو ذهنم میاد، تو آلمان یه بار سخنرانی کردم، گفتم من متنفرم از اسلام و از مذهب، چون که نه فقط به صورت مثلا تئوریک وقتی راجبش بحث میشه، چجوری شد جمهوری اسلامی اومد سر کار، جنبش اسلامی غیره، همه را میشه راجبش حرف زد، ولی شخصی و تجربه شخصی خودم از بچگی عجین بوده، با اینکه چقدر ضد زن هست این مذهب، و به تدریج زندگی خودم رو هم وقتی نگاه میکنم، با اومدن جمهوری اسلامی خب تاثیرات منفی خیلی زیادی رو هم به عنوان فرد تو زندگی خودم گذاشت و همین که دیدم در زندگی خیلی از زنها. از من میپرسید مذهب و اسلام با خون، با سرکوب، با قتل ناموسی، با سنگسار، با جنایت، با بیحقوقی، با دیدن اینکه چند زن مثلا یه مرد به اصطلاح صاحب چند زن هست یا ازدواج با چند زن فرزند انجام داده، همین الانش هم توی اروپا بعضن ما میبینیم، با این چیزا عجینه. یعنی سیما بهاری، شما تجربتون، با من کسی که حتما دوران شاه رو دیدید، میگن که مذهب یادتون نمیاد. خب همون اگه از شنیده هاتون بگید. میخوام بگم که مذهب اون موقع بالاخره مثل الان مذهب نبود، ولی مذهب رسمی داشتیم. اسلام مذهب رسمی بود و چند زن داشتن بود، شما میتونست، قانونی بود. میخوام بگم از نظر فرهنگی تو محیط نگاه جامعه به یک زن، به یک زن جوون میخواست دوست پسر داشته باشه، میخواست لباس طوری داشته باشه، چی بود؟ به نظرم اصلا صحبتایی که مثلا مینا میکنه که چه تأثیراتی روی فرد، روی افراد دورورمون داشته، این یه بخش قضیه است. اونی که به تو جزئیات کوچیک زندگیت، مثلا من خیلی علاقمند بودم که از در و دیوار برم بالا، دائما داشتم میگفتن تو دختری نکن. من علاقه داشتم به فوتبال، ولی تو دختری، دائما این تو سرت میاد که چون تو دختری، وقتی آدم بچه تره نمیفهمه یعنی چی، چرا چون دخترم، چه فرقی دارم مثلا با برادرم. بعد یواش یواش که بزرگتر میشی، دیر نیا خونه، با کی بود داشتی حرف میزدی، دوستات کیا هستن، و الی آخر که فکر میکنم هر زنی که یک روز توی جوونیش تحت حکومت یا جمهوری اسلامی یا توی جامعه‌ای که سنت‌ها و قوانین مذهبی دارن حکم می‌کنن زندگی کرده باشه، این چیزا رو کاملاً تجربه کرده. تو خانواده ما خیلی سختگیر نبودن. من دامن کوتاه می‌پوشیدم، با پسرها حرف می‌زدم، می‌خندیدم، ولی باز وقتی ته ته قضیه میری می‌بینی باز این مسئله که یقت بازه، بلند نخند، چیه سر به سر آدما می‌ذاری، چیه دائما داری شوخی میکنی، دائما انگار باید یه سد دفاعی، یه دفاع باید از خودت بکنی.
و این دیگه تو زمان جمهوری اسلامی که به شدت این مسئله. شما از محیط خودتون و از تجربه خودتون بگین شهلا دانشور. اونجا که به محیط زندگی خود من برمیگرده، خب طبعا ما یه خانواده مذهبی نبودیم، خیلی خانواده بازی بود و اینا، ولی تا اونجا که به جامعه نگاه میکنیم خب تو تا اونجا که زمان شاه مذهب قانون بود، مذهب قوانین خانواده کاملا اساسش بر مذهب گذاشته شده بود و اسلام دین رسمی بودش، به همین دلیل جاری بودش، ولی خب میدیدید که اینا در این حال سنت های جامعه پایه گذاشته شده رو همون مذهب. شما اگر ازدواج میکنید دختر باید باکره باشه، نمیدونم اگر یک من خانواده رو میدیدم که دختر 17 ساله همسرش رو دست داد و بعد با یک بچه همه مردم تحسینش میکردن که ازدواج مجدد نکرده و داره پای اون بچه داره میسوزه، اون بچه رو بتونه به عنوان یک سمبول، به عنوان یک چیزی که خیلی عفت داره و خلاصه عصمت داره و همه این چیزا داره زندگی میکنه. و واقعا وحشتناکه این وقتی که این مناسبات رو شما میبینی تو اون جامعه، وقتی نگاه میکنی میبینی که بچه که از همون کودکی ازدواج کودک رو میبینی، خب تو دوره زمان شاه هم بود، امروز هم میبینی، واقعا فاجعه برانگیز. من معلم بودم، تو کلاس درسم میدیدم بچه ای که حجاب میذاره سرش، بچه هایی که خب از خانواده مذهبی بودن، یا بچه هایی که هنوز مدرسه چه تموم نکرده همسرش هم انتخاب کردن، یا مثلا خواستگاری رفتن، نمیدونم، تمام اینا ریشه های مذهبی داره و همه اینا پایه های جنگ و جدالی شده برای این که، یعنی موضوع جنگ و جدال هر روز مردم با این سیستم ها بوده. بذار اینم بگم که ما به روز جهانی زن داریم نزدیک میشیم، یه جدال 100 ساله تقریبا برای اینکه زن به عنوان برابر با مرد تو جامعه بخواد حقوقش رو داشته باشه و به خاطر همین این برنامه در اون راستا هم قرار میگیره. مینا عدی، شما اخلاقیات حاکم رو نه در جمهوری اسلامی، در یک جایی که به ظاهر حکومت مذهبی نیست، حکومت به اصطلاح قوانین از قرآن مستقیم نمیاد مثل جمهوری اسلامی، اخلاقیات حاکم چطور میدیدین؟ خب بازم بستگی داره که تو اون جامعه مثلا حکومت چیه. مثلا اگه شما میگید اخلاقیات، تو آلمان یه اخلاقیاتی رو ما میبینیم، تو سوئد یه اخلاقیاتی رو، تا اونجایی که به زن برمیگرده. ولی کلن میتونم بگم که توی این کره خاکی که ما داریم زندگی میکنیم، اخلاقیات مرد سالارانه جاریه متاسفانه، انگار که دریا به دریا و کوه به کوه به همدیگه گفتن و این اومده به اصطلاح جامعه رو دربر گرفته. ما حتی تو آلمانش هم فرزن من زندگی میکنم مواجه هستیم با اینکه یه چیزای تابو هست برای زنها، اجازه ندارن یه کارایی رو، یا مثلا یه چیزی به چشم جامعه به عنوان یه چیز مثلا بد دیده میشه، یا مثلا تو آلمان دستمزدشون کمتر از مردا هست مثلا، نمیدونم یه مشکلات از این نوع، یا اینکه کار خانگی کماکان وظیفه زناست تا حدود زیادی انجام میدن این رو. بنابراین اگر بحث اخلاقیات هست میتونم بگم که جوامع طبقاتی مرد سالاری توشون بوده، نهادینه بوده بر اساس اینکه دولت ازش دفاع کرده یا مذهب در قدرت بوده، مثل جمهوری اسلامی 100% دفاع کردن از مرد سالاری توی جامعه، توی مواردی مبارزه شده، توی جوامعی مبارزه شده، پس رونده شده. مشکل خود زنا نیست، برای اینکه میتونن مقابله کنن، بگن نمیپذیریم. آیا خودشون تمکین نکردن این وضعیت رو بپذیرن؟ به نظر من اگر همون تاریخ رو نگاه بکنی، تاریخ زندگی زنا مملو هست از مبارزه، از تلاش، از اینکه نپذیرفتن، از اینکه تمکین نکردن. شما یه نگاه بندازین به ایران که یه حکومت که تا دندون مسلحه و واقعا پاشنه آشیلش هست مسئله زنان، داره هر روزه داره تلاش میکنه و هر روزه زنها دارن مقابلش وای میسن و هر روزه دارن یه قدم جلوتر میان و دستاورد دارن، وگرنه تو جوامع غربی که بماند که حتما این هست که زن باز بالاخره یک دیدی هست که یه چیزایی رو کنترلش میکنه، کنترل میکنن، ولی توی جایی مثل ایران نتونستن 100% تمکین بکنن، زنها نکردن این کارو و نتونست قوانین جمهوری اسلامی حاکم بشه
و فکر میکنم یه مشکل همیشگی جمهوری اسلامی طی نزدیک به 40 سال همین بوده که چجوری با زنها کنار بیاد. اینا رو میگن آفتن، اینا میگن نمیدونم چیزایی که جامعه رو خراب میکنن، اینا نمیدونم فلان. زنان آیا برای این موقعیت نابرابر بستگی به این نداره که زنان باید بیشتر از این بار این مسئولیتش رو قبول کنن و برای حقوقشون بیش از این مبارزه بله کنن؟ بله معلومه که بله، معمولا وقتی که به خصوص نزدیک به 8 مارس میشیم همین مسائل مطرح میشه، مسئله تشکل، مسئله سخنگو، مسئله خواستا و مطالبات، هی اینا میاد به اصطلاح رو به روی جامعه میاد و آدما بیشتر دارن میبیننش. فکر میکنم میشه توقع داشت از هر جامعه ای، میشه توقع داشت چرا بیشتر تلاش نمیکنین، چرا بیشتر کار نمیکنین، چرا بیشتر اعتراض نمیکنین، حتما میشه توقع داشت. ولی فکر میکنم که اگر بخوایم یه به اصطلاح حمله ای بکنیم یا نوک تیز انتقاد رو بچرخونیم به طرف زنا بچرخونیم، عین بی انصافیه. به نظر منم عین بی انصافیه. همین سوالو میتونم از شما به عنوان یک مرد و از بقیه بپرسم، چرا اعتراض نمیکنید؟ مثلا اتفاقا موضوع این هست که شخصا فکر میکنم این بحثم بحث مهمیه که خیلی وقتا وقتی بحث میشه میگن جامعه هست و نمیدونم به خاطر شرایط مردا هم یاد میگیرن مثلا این فرهنگ رو و لم میدن تا حدود زیادی. به نظر من این بدترین چیزه که کسایی که تحت ستم هستند رو یک بار دیگه بهشون بگیم که چرا مبارزه نمیکنید. هر زنی به صرف انسان بودن خودش از روزی که به دنیا اومده یواش یواش یاد میگیره که مبارزه کنه، چون که مقابلش میگن اجازه نداری، همونطور که الان سیما هم گفت اجازه نداری این کارو بکنی اون کارو بکنی. یه جوری تصویری هست که برای بقا باید مبارزه کنی و مبارزه میکنه. شما چیه؟ این سوال رو میگم برای اینکه شما دست به ریشه نبرید، برای اینکه این تعرض که تعرض مگه صنفیه که چرا زنا از خودشون دفاع نمیکنن؟ مسئله جامعه است. شما وقتی زن تو این موقعیت، اتفاقا سرمایه‌داری اینو بازتولید میکنه برای اینکه بتونه جامعه رو به استثمار بیشتری بکشه و به قهقرا ببره، بعد اینو برمیگردن به زن انگار که خود زن باید از این دفاع کنه. من فکر میکنم و من میخوام بگم که از اون جدا از توضیحات که شما دادید، من میخوام اینو بگم که اتفاقا این برای اینه که شما دست نبری به اون ریشه ها که بگی بابا کل این سیستمه که مسبب و عامل اصلی این وضعیت زن تو جامعه است. باید بگی که کارگر، معلم، کل جامعه، کل مردم باید بجنگن علیه این تبعیض. این جامعه از خودش باید دفاع کنه، یه دفاعش برای برابری حقوق زن. چرا باید یه مسئله مثل مسئله زن باشه؟ چرا یک روز به عنوان روز جهانی زن اعلام کردن؟ چرا جهانی این مسئله یه روز به عنوان روز جهانی علیه خشونت علیه زن به وجود آورده؟ این پدیده از کجا اومده؟ ابعاد این یه فاجعه است. ما تو جای مثل ایران که دیگه جای خود داره حالا بیشتر صحبت میکنم، میخوام بگم یه تهاجم دوبله است به زن و به جامعه در واقع. خب موضوع برنامه‌مون زن، مذهب و جمهوری اسلامیه و یه حکومت مذهبی حاکمه و یه مبارزه جانانه علیه حکومت اسلامی هم مطرح است. اونو شما بر من نگیرید و به هر حال من میخوام بخشی از سالهای جامعه رو مطرح کنم. جامعه ایران رو نگاه میکنی، زنان تو رأسن الان، قدرت اونا و جهت دادن و پیشروی مبارزه رو هم توشون میبینیم. این از کجا ناشی میشه؟ این قدرت انقلاب زنانه در واقع که همینجا معروف شده از کجا ناشی میشه؟ به نظر من یه درجه باید به خود جامعه ایران نگاه کرد و گذشته و اتفاقاتی که تو ایران افتاده تأثیر داشته. درسته ما الان هم صحبت کردیم مثلا تو دوره پهلوی هم همه چیز ممنوع بود و به اصطلاح قوانین هم قوانین شریعه بود، ولی اعتراضاتی از همون موقع وجود داشت و جنبش دفاع از حقوق زنان ریشه تاریخی داره، تا حدودی هم باعث شده بود که مثلا توی سطح خانواده حق طلاق تغییراتی به وجود بیاد. ولی کلن جامعه ایران یه جامعه طرفدار غرب بوده و خیلی محبوب و به اصطلاح اگه مثلا یه نفر از خارج می اومد بهش نگاه میکردن چی میگه، چه فرهنگی رو میاره و ارتباطات فرضاً با فرانسه خیلی زیاد بود، روشنفکرای زیادی میرفتن یا کسای درس میخوندن برمیگشتن. بعد وقتی انقلاب شد تو ایران
اون جامعه داشت به طرف این میرفت که حکومت دیکتاتوری و اینکه هیچ کس اجازه نداره حرف بزنه را بزنه کنار و بره، یعنی کاپاسیتت ظرفیت زیادی داشت بره جلو. بعد یه دفعه یه برگشت خیلی شدید توی اون جامعه اتفاق داد، حکومتی اومد سر کار که گفت حجاب سرتون باید بکنید و اصلا آدم حساب نمیشید و غیره و غیره. این الان داریم 8 مارس هم نزدیک میشیم، هزاران زن رفتن تو خیابون و به نظر من مانیفست یک جنبش برابری طلبانه جهانی را دادن. حقوق زن نه شرقی است نه غربی، جهانی. انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. به نظر من اصلا قیافه اون زنا و شعارهایی که دارن میدن رو نگاه کنیم میفهمیم که چه ظرفیت بالایی، چه به اصطلاح حرکت عمیق اجتماعی. اون حرکت به نظر من و بعد ادامه پیدا میکنه با اومدن جمهوری اسلامی، همینطور که گفتم قدم به قدم زنا مبارزه میکنن و پس میزنن. احساس میکنم تعیین تکلیف داره میشه تو جامعه ایران با مرد سالاری، با مذهب در قدرت، با اسلام در قدرت، نه فقط تو ایران بلکه تو سطح مخاورمیانه یا جاهایی که مذهب نقش داره. به این معنا به نظر من جامعه ای که غربگرا بود، جامعه ای که داشت میرفت سیستم رو عوض کنه و واقعا دنیای بهتر رو بسازه، برگشت و 40 سال مبارزه، تفکر، نقد، همه اینا با هم دست به دست هم داده. الان زنا واقعا رفتن عروج کردن. بفرمایید. مسئله زنان به نظر من همینقدر که برای خود زنا و برای کل جامعه مهمه، برای جمهوری اسلامی هم 100% خیلی مهمه. اگه یادتون باشه کنفرانس برلین یک اتفاق خیلی میتونم بگم یه نقطه عطف بود تو اینکه جمهوری اسلامی تو خارج کشور میخواد چه ها بکنه. خیلی اتفاقات افتاد. یکی از نکاتی که خود جمهوری اسلامی خیلی روش انگشت گذاشت و سعی کرد که با اخلاقیات جامعه اینو یه جوری منکوبش بکنه، مثلا لخت شدن اون خانومی بود که اونجا پروانه حمیدی لخت شده و رقصیده. اینو من یادمه با ایران ما اون موقع تماس داشتیم، گفتن ماه محرم بود، جمهوری اسلامی این تیکه رو نشون داد برای تحریک آدما که بگه ببینید توی غرب اینقدر کثافتکاری هست. باستاب این چی بود؟ مردم با روی باز اینو گرفتن، مردم قاپیدن اینو. من میخوام بگم که همینقدر که جمهوری اسلامی از ارتجاعش، از اخلاقیات عقب موندهش، از عقب موندگی واقعا مذهبی توی اون جامعه میخواد استفاده بکنه و مردم رو علیه حرکاتی که زنا میکنن بشورونه، مردم درست عکس این میگیرن و میشه در ذهن از دست دادین. دیگه بعد جنس بازی در نیارید، من همیشه جای شما میشینم. یه ذره بالاخره حق دارم، حق آب و گل دارم. من از اون وحشتی که من دست داد سوال از شما میپرسم، مذهب یا اسلام کدوم زده زنه؟ میتونم اینجوری بگم، الان با توجه به اینکه اسلام سیاسی یه جایی توی قدرت هست و میتونه تعیین تکلیف بکنه، میتونه قانون اجرا بکنه، میتونه قانون مملکت ایجاد بکنه، اونه تو قدرته. منتها وقتی که به تاریخچه مذاهب نگاه میکنی هیچ کدومشون دیده برابری طلبانه یا زن دوست یا نمیدونم همچین خیلی مماشات بکنن با یه چیزای قابل قبول باشه نبوده اینجوری. اگه بخوای بری توی مذهب مسیحیت، یهودیت اینا نگاه کنی، ریشه هاش همونایی که تو اسلام هست. منتها الان اسلامه که توی قدرته، الان اونه که داره تعیین میکنه، الان گوشه هایی از دنیا اونه که داره قوانین شریعه رو مطرح میکنه. حتی تو اروپا مسئله چند همسری رو اینجا دارن، توی سوئد دارن مطرح میکنن و میخوان که بکننش قانون. میخوام بگیم که جمهوری اسلامی عنوان نماینده سر اسلام سیاسیه که بله من میتونم بگم که نابودی جمهوری اسلامی که فکر میکنم الان خیلی نگاه ها به طرف به خصوص زناست که چه اتفاقی قرار بیفته، نابودی جمهوری اسلامی یک پنجره به شدت بزرگ و روشن مقابل جنبش زنان باز خواهد کرد. شعلا دانشور، میرسیم به اون بخش انقلاب زنانه، بخش واقعا جالبش. اصلا وقتی نگاه میکنه لذت میبره با چه قدرتی تو میدونن و این به آدم روحیه میده که مبارزه داره برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیش میره. اما میخوام از اینو بپرسم که خود شکست جمهوری اسلامی چه اتفاقی رو تو جامعه برای زنان به وجود میاره؟ از نظر فرهنگی، اخلاقی، شخصی، چجوری میخوام با کی باشن، با کی نباشن، ازدواج کنن، ازدواج نکنن، بچه خارج از ازدواج، چه اتفاقی میتونه بیفته؟
ببینید مینا عدی تو صحبتش چیز اشاره کرد، گفت این اتفاقی که تو ایران داره میفته مانیفست آزادی خواهی برابری طلبی زن نه تنها تو ایران، تو منطقه است و فراتر از اون. همین دختران انقلاب نگاه کنید، دختران انقلاب میگن مسئله ما فراتر از حجابه، مسئله ما کل این سیستم. بنابراین معلومه که اینه. ببینید این چیزی که سوال قبلیتون سر مذهب و اسلام گفتید، خب جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، قوانینش اسلامیه، قانون اساسیش اسلامیه، همه اینا بر اساس اینا گذاشته شده. خواهش میکنم به این سوال جدیدم، چون اگه شما مدام سوال خودم رو تکمیل کنی من دیگه نمیرسم سواله. میخوام همین رو بگم. میخوام بگم که همونی که گفتم چه انفجاره. ببینید انقلاب فرانسه میشه، میگن دنیا رو زیر رو کرده، هنوز ما نتایجش رو میبینیم. انقلاب ایران میشه رنسانس دیگه ایه، یه اتفاق دیگه ایه، همه نظر مسئله مذهب که جارو میکنه زیر پای مذهب و در ایران و در کل منطقه. و مذهب ریشه یکی ماهیتاً و پایش تمام مذاهب و جمله اسلام که اینجا توضیح داده شد که در قدرته هویتش ضدیت بازنه، اساس و پایش بر ضدیت بزنه. و این ضدیت بزن دیگه با واژه ستم نمیشه بیانش که جنایت، سنگسار، اعدام، قتل ناموسی، ختنه است و نابودی کودکه یه بچه است، ازدواج کودک، تجاوز به کودک، همه اینها رو در بر میگیره. و وقتی قانونه، یعنی اینکه دیگه تمام هست و نیست اون جامعه، یعنی یه بخش مثل فاشیستیه که فاشیست اسلامی که حکومت میکنه. بنابراین مجموعه اینا رو نگاه میکنید، یک هم یه رنسانس، هم یه تحول بزرگ در منطقه و در جهان. مینا عهدی، سوالم اینه، این جامعه رو به هم نمیریزه؟ زنا قانون اسلامی روش سرشون نیست، کسی نمیتونه بهشون بگه بالای چشتون ابرو دیگه، بالاخره 40 سال کشیدن دیگه، هیچی جلودارشون نیست. این اون نظم و انضباط و فرهنگ و همه چیز جامعه رو زیر رو نمی کنه؟ جامعه نمیگه عجب کاری کردم که اینجوری شد؟ جامعه نباید مرد باشه که بگه همه چیز به هم خورد. جامعه به هم میخوره، خیلی هم خوبه به نظر من، چون یه تصویر دارن اسلامی ها بیشتر این رو، یا حکومت های دیکتاتور یا مرد سالاران، که جامعه اینجوری، خانواده، زن و مرد، زن باید تمکین کنه. حالا بعضی هاشون مثلا اسلامی هن خیلی شدید، بعضی هاشون هم مثلا خیلی مدرن ظاهرن، ولی خب تو اون چارچوب باید بجنبه، به اصطلاح زن باید توی اون چارچوب حرکت بکنه. که به نظر من نکته اصلی اینه که زن و مرد انسانن و اومدن، هر کسی یه بار به دنیا میاد، باید بتونه توی اون جامعه نفس بکشه، آزاد باشه، لذت ببره از زندگی خودش. و اگر بحث به اینجا بکشه، بنابراین ما داریم میگیم سیستم کاپیتالیستی باید خودش رو گم کنه از زندگی مردم تا مردم بتونن آزاد باشن. اصلا دنیا به قول مارکس وارد بشریت، وارد دوره خودش بشه که هر کس بتونه اختیار داشته باشه، هر چی دوست داره انجام بده، اگر بس تا اینجا بخواد پیش بره. ولی به نظر من سوال شما، جامعه به هم میخوره؟ آره به هم میخوره، خیلی هم خوبه، بذار به هم بخوره. نظمی که به من میگه که اجازه نداری این کارو اون کارو بکنی، تصمیم میگیره راجع به اینکه با کی رابطه داشته باشم، تصمیم میگیره راجع به اینکه چطوری راه برم، چطوری نفس بکشم، چطوری زندگی کنم، بهتره به هم بخوره. یکی از بحث‌های مهم، شاید حالا وقت نداریم، المنت خانواده است که چه توی مسیحیتش، چه توی اسلامش که الان دیگه خیلی شدید، خانواده، نهاد خانواده، نمیدونم نظم جامعه را حفظ میکنه. خانواده خیلی مهمه، که شامل این هست که یه زن و یه مرد و مثلا چند تا بچه، که زن خودش رو فدا کنه تا این سلول ادامه پیدا کنه. اینو هم ما نمیخوایم. من میگم که خانواده اگر شامل این هست که یه زن و مرد که با هم علاقه دارن با هم زندگی کنن، این امر خودشونه، ولی سلول هیچ جامعه ای نباید خانواده باشه. سلول جامعه یعنی آدما، فرد، تک فرد، زن یا مرد راحت بتونن زندگیشون رو بکنن. شما گفتید جامعه اتوماتیک مرد نیست، جامعه یعنی همه. ولی جامعه به هم خورده، بس وقتی سر مسئله جارو کردن این سیستم هست، بعد میگن که به هم میخوره، به هم خورده. ببینید چی به سر اومده، دستگیر میکنن به خاطر حجاب، زندانی میکنن، شکنجه میکنن، تنفروشی 10 ساله جامعه هستی که نه امنیتی هست، نه نظمی هستش، همون نظمی خودتون میخوان. ولی یه نکته مهمی که اینجا هست، به شما دوباره نوبت میدم که
شما چون دفعه بعد مجری هستید، ما مهمان. اینو ببینید، همه اینها درست، آدم ها فرهنگشون عوض میشه، آدم ها همه چی، آدم ها مرد زن همشون اینجوریه، ولی تا موقعی که اینجوری آیا ممکنه؟ اقتصاد عموما دست مرده. شما الان همین تو ایران نگاه میکنی 80% مردا کار میکنن، شاید 20%، علارغم اینکه دانشگاه 60% زنها هستن، 40% یا تقریبا 50-50 حالا بگیریم، ولی اقتصاد دست مرده. مگه ممکنه زن قرار نیست که همینجوری بمونه؟ اینجوری هست، نه قرار نیست بمونه، درست راست میگین شما. فکر میکنم تو هممون توی دورور خودمون میشناسیم ده ها دختر مهندس برق که بیکارن. قرار نیست اینجوری بمونه. اگه به هم میخوره این چیزا به هم میخوره، درست. اگر به هم میخوره این سیستمه که به هم میخوره. شما سوال قبلی از شهلا پرسیدین که چه اتفاقی، چه تحولی تو زندگی زنا پیش میاد. من میخواستم بگم که همین الان که جمهوری اسلامی این صد هستش، 60-70% رشته های دانشگاهی رو زنا میگیرن. یعنی با چه تلاشی دارن میان و چه استعدادایی از خودشون نشون میدن. من قصدم اینجا این نیست بگم که زنا خیلی برترن، میخوام بگم بلده. که جامعه اینجوریه، خود جامعه، ولی یه صدی هست که فکر میکنم خیلی نامعنوسه با جامعه، وصله ناهمرنگه، داره مقابل اجزا وای میسته. استقلال اقتصادی برام، شما گفتی بله. اینجوری نمیمونه، اهمیت استقلال اقتصادی برای زنا خیلی مهمه. من میگم توی جوامع غربی وقتی که یه زنی به راحتی میگه که میخوام جدا شم، نگرانی این نداره که وضع اقتصادش چی میشه. ممکنه نگران باشه بگه درآمدم کمه، ممکنه این، ولی استقلال مالی رو داره. وقتی تو هر جامعه ای این سیستم به هم بخوره که زنان مهندس برق و زنان نمیدونم اقتصاددان و مدیریت خونده و فلان بیکار نباشن تو خونه، به خاطر اینکه شغل نیست بیکاری هست و اول در درجه اول زنا رو اخراج میکنن یا شغل نمیدن، وقتی این سیستم نباشه خب معلومه یه بار اقتصاد رو دوش زنه هست و زنه هم احساس استقلال میکنه، میگه میتونم گلیممو از آب بکشم، نگران نیستم. خیلی کمه، من میخوام برگردم به نه شهلا دانشجو. یه نکته کوتاه بگم، یه جنبه میخوام بگم، مسئله استقلال اقتصاد زن همین نداشتنش باعث میشه که به یک زندگی زناشویی تم بده، به یک تجاوز رسمی به رسمیت شناخته شده جاری باشه و اسمش هم میزنن خانواده، اسمش هم میزنن مناسبات. خیلی محترم، نکته بسیار خوبی بود و خیلی وقت کمه، میخوام بریم ببینیم از امروز که اینجا داریم بیریم بیرون تا 8 مارس رو چه خواسته هایی باید فوراً تو جامعه تاکید گذاشت. بفرمایید. ببینید این 8 مارس 8 مارس زنان به انقلابه، این 8 مارس 8 مارس نه به جمهوری اسلامی، این 8 مارس 8 مارس نه به قوانین ارتجای اسلامی، نه به حجاب. پرچم این 8 مارس پرچم به زمین زدن حجاب، همونطور که دختران انقلاب برداشتن، و این یعنی تموم شد جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی پایان دادن به این بربریت. و این پیام داره برای و فقط در خود برای زن نیست، برای کل جامعه است، برای اینکه جمهوری اسلامی با این پرچمی که جامعه رو اینجا کشونده. خب شما رو چه نکات ببینیم، بذار من اینو بگم، حجاب رفته بالای یه چوب و گفتن که من این بیرق جمهوری اسلامی رو نمیخوام و برداشته به موهای که به قول بنی صد میگفت که عشه تولید میکنه و خطرناکه، رو اون خطر رو اعلام کرده. اینا حجاب اجباری یا حجاب اختیاری، این چجوریه؟ نمیدونم حجاب یا حجاب اسلامی میتونه. چند نوع دارم بهش میگم، نمیدونم چقدر اختیاری میتونه باشه حقیقتش. یه مثال کوچیک میزنم انقدر که وقت اجازه بده. مادر من چند سال پیش اومد اینجا و خب طی یه پروسه شاید 10 روزه یواش یواش لباس راحت تر پوشید. یه بار با هم سوار اتوبوس شده بودیم، یه خانمی از اینایی که حجاب دارن و لباس بلند پوشیدن، تابستون خیلی گرم بود، اومد بالا گفتش که مامانم با من آروم. نمیدونه اگه اینو باز کنه چقدر لذت بخشه. میخوام بگم که کسی که از 7 سالگی بهش یاد دادن گفتن این باید سرت باشه که تو جامعه به رسمیتت بشناسن، وقتی که شد 40 سالش فکر میکنه که اختیار کرده دیگه. اینو از بچه ها که دیگه نمیشه اصلا حرف زد، که یه بچه 9 ساله چقدر میتونه استدلال بیاره که من نمیخوام، اختیار میکنم یا اجباره بسرم. و هر حال حجاب یکی از اون همون جوری که شما خودتون گفتین واقعا بیرق جمهوری اسلامیه،
که دختران انقلاب زدنش سر چوب، کردنش پرچم آزادیشون. و توی 8 مارس به نظر من با این بگن خدافظ. مینا علی، شما به این دختران انقلاب خودتون که همیشه همه شما این چنین واقعا با همه شور و با همه قلبتون براش مبارزه کردین، چه میگین؟ پیامم اولا به دختران انقلاب این هست که زنده باد این حرکت، چون هنوز که به نتیجه نرسیده به اون صورت، احترام زنها را تو جامعه خیلی بالا برد، نه فقط تو جامعه ایران بلکه در سطح بین المللی. الان من هر جا میرم واقعا سخنرانی میکنم یا ارتباط دارم و اینا، میبینم که چقدر تصویر رو عوض کرده و خیلی در سطح اروپا میگن آها حالا فهمیدیم که اصلا این زنها خودشون نمیخوان، این فرهنگ اون جامعه نیست. یعنی زیر پای نسبیت فرهنگی و مالتی کالترالیسم و روشنفکرها و فمینیستای مدافع حجاب و اسلام و غیره و غیره رو کاملا خالی کرد. و نه فقط این، به نظر من توی ایران عروج کردن زنها، درست بالای یه دونه سکو ایستادن، این سمبولیک نشون میده که واقعا عروج کردن توی اون جامعه و همه دیدن زن انسانه، برابره، خواهان آزادیه، زن میتونه اون جامعه را نجات بده تا حدودی. آخرین سوالم، چون وقت نگاه میکنم همین الان یه ذره زیاد زدیم، حزب کمونیست کارگری و انقلاب زنانه، شما اهمیت حزب رو میخوام خیلی کوتاه توضیح بدین برای همین زنان که تو این انقلاب هستند. بله، اهمیت حزب اینه که حزب این راه رو داره نشون میده. حزب داره میگه که راه اصلا انقلاب زنانه چه جایگاهی داره برای سرنگونی جمهوری اسلامی. و حزب داره این توضیح میده که این انقلاب برای اینکه به موفقیت برسه باید تو سطح سیاسی، تو سطح کل جامعه بتونه افق روشنی بذاره جلوی مبارزه مردم و بتونه توضیح بده که پیروزی انقلاب یعنی چی؟ چطور میشه پیروز شد؟ چطور میشه جلو اینه گرفت که از بالا سر این انقلاب سوار سر این انقلاب بشه؟ چطور میشه دست اندازهایی که در مقابل انقلاب میشه و ما میخواد انقلاب بزنه کنار، این دست اندازها رو کنار ده؟ و این حزب که این کار میکنه، به همین دلیل روشنه که اتفاقا حزب بس میشه به انقلاب زنانه، حزب بس میشه به دختران انقلاب و حزب بس میشه به این اوضاع. ممنون، مرسی از شما. اگه سوی تفاهمی پیش اومد من نمیخوام خارج از استودیو بلایی سرم بیاد. من خیلی اینا شوخی هستن. مرسی که تو برنامه بودید. منم دعوت کردین این دفعه این ور میز. این دفعه بعد میریم اون ور میز. بینندگان عزیز، برنامه میز گرد رو دیدید با شهلا دانشفر، سیما بهاری و مینا احدی، سه تن از قدرت‌های حزب کمونیست کارگری و همراه با ده‌ها زن مبارز در حزب کمونیست کارگری که برای رهایی جامعه و زنان و همه کسایی که تو مملکت زندگی میکنند دارن تلاش میکنند. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.